به عرصه کربلا کفت چو طغیان گره ظلم جهان گیر شد نقطه ایمان گرفت گلبن گلزار دید خزان شد از باد کی خار ستم سر به سر دامن بستان گرفت فغان لب تشنگان گذشت از کهکشان حضرت عباس را سکینه دامان گرفت گفت تو سقای آب ما همه در پیچ و تاب نتوان یک جرعه آب ز بحر طفلان گرفت عباس با حال زار کشیدش اندر کنار غبار غم از رخه آن گل پژمان گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نبر قلوبنا مشاب انوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله القرشية الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على مولانا وسيدنا الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأصلح أمره وأنجز وعده وأتمم نوره
واعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك فبلغه الى افضل ما امله في الدنيا والاخره ولعنة الله على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وعلى كل من شك في كفر أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إن که در سینه خود داغ برادر دارد نتواند که سر از سینه تو بردار می کشی پا به زمین و کمرم می شکنی فهمیدی چی گفت؟ می کشی پا به زمین دیگه ای وقتی میخواد کسی قبض روح بشه پاهاشو میمانه می کشی پا به زمین و کمرم می شکنی کمی آرام که بالین تو مادر دارد کمی آرام که بالین تو مادر دارد می کشد تیر ز چشمان تو با دست کبود می کشد تیر ز چشمان تو با دست کبود وای این تیر چرا هیبت خنجر دارد وای این تیر چرا هیبت خنجر دارد تیرها با همه قامت به تنت جا شدند وای بر من حسین دلیم وای بر من چقدر پیکر تو پرداد عبارت مقاتل اینه سارد درعه کل قنفز بدن حضرتش از بس باران تیر بر او اصابه کرده مثل خارپشت شده در نظر بگیر چه شده سوال میکنه وقتا دیدیم چی شده این چی قیافه یه
چه شده با سرت از ضربه سنگین عمود؟ برادر من بین ابروی تو سخت است ترک بردار، های بارک الله. چهار گوش علم و انگشتای دستت بشپر، چهار گوش علم و پیکر و دست و مشکت، چهار تاست، پیکر، دست، مشک، علم، چهار گوش علم و پیکر و دست و مشکت، وسعتی هست که این کعبه اطهر دارد. نفهمیدی؟ اگه میفهمیدی باید داد میکشید. میدونید چی میگه؟ کعبه رو در نظر بگیر، از فاصله این ضلعش تا اون ضلعش چقدر فاصله است؟ این چهار طرف کعبه. میگه این طرف نگاه میکنم دستت اون طرف افتاد، علم اون طرف افتاد، بدن این طرف افتاد. یعنی چی کار کردن با این بدن؟ حالا فهمیدی شعر چی کار کرده؟ چار گوشه علم و پیکر و دست و مشکت، وسعتی هست که این کعبه‌ات هر دارد. آی ناموس برستا غیرت یا حقش باید ادا بشه. پنجه این که لا اله الا الله، لا اله الا الله، پنجه این که ز دو سر تیغ به دستت زده است، حال آماده شده نیت معجر دار. حال آماده شده نیت معجر دار. ای رشید حرمم، ای رشید حرمم، بی تو حرم غارت شد، آخرین خیمه دل سوخته خواهر دارد، آخرین خیمه دل سوخته خواهر دارد. حسین آرام جانم، ای بارک الله، کسی ساکت نماشه ها. حسین روح و روان، ای بارک الله، حسین روح و روان، حسین آرام، حسین روح و روان، حسین تقدیم به محضر مبارک حضرت سید شهدا ارواحنا فدا و شهدای کربلا علی الخصوص، عمر الاشیره، عمر منیر بنی هاشم، حضرت ابی الفضل العباس ابن امیر المؤمنین و اسرای آل محمد اجماعا صلواتی مرحمت کنید.
حادثه کربلا از زوایای متعدد باید بحث و تحقیق و بررسی داشته باشه، هم مادی و هم معنوی، هم جسمی و هم روحی. یکی از سنت‌های مهم پروردگار که در نظام آفرینش بدون وقفه، بدون تأمل و بدون استثناء از روز اول خلقت تا روز ختم این بساط آفرینش به طور مداوم این سنت اجرا میشه، سنت آزمایش و امتحان خداست. گوشاتون رو خوب باز کنید. بعضی از سنت های الهی گاهی هست گاهی نیست. مثلا بارش باران یک سنت است در آفرینش، اما همیشه بارون نمیاد، گاهی بارون میاد. ولیکن این سنت آزمایش و اختبار و امتحان از جمله سنت هایی است که از بد و زندگی بشر شروع میشه تا ساعتی که جان از این کالبد خارج بشه، بدون استثناء. پیغمبر، وصی پیغمبر، همه موجودات، همه آدم ها باید تست بشن. اساسا قرآن شریف می فرماید تمام دادن ها عطایای خدا، ستادن و پس گرفتن ها، داده های خدا و گرفتن های خدا، تمامش آزمایش، خیرش شرش، عزتش ذلتش، زشتش زیباش، فقرش قناش، تمام آزمایش، هیچی دیگه نیست. این نص آیه کریم است، آزمایش. لیکن در میان این آزمایشاتی که خدای تعالی به عنوان امتحان میگیره، چند تا ماده امتحانی رو خدای تعالی به خصوص در قرآن مجید اسم برده. مثال بزنم، نمیخوام خیلی حاشیه برم از بحث، دلم میخواد شما امروز با فضای تاسوعا و با عمق مقتل مأنوس بشید، منتها در مقام تحلیل مقتل حسین سلام الله علیه محقق بشید، کنکاش بکنید، ذهنتون رو جوال کنید، به جولان در بیارید چه رخ داده در 14 قرن پیش، که اثر اون رخ داد امروز شما رو بیتاب کرده، و بعد از این چه اثری باید در سیستم زندگی من و شما داشته باشه. عاشورا اینجوری نیستش که ما بیایم 10 روز اینجا عزاداری کنیم بعدم ببوسیم بریم با سال دیگه. هر سال عاشورا که میاد باید تأثیر بر روح و روان و مدل زندگی و مدل تفکر و عمل تأثیر باید بذاره، و الا لغوه پدر جان. اگه بخواد شما بگیرید مطلب عاشورا رو، لازم است که عرفان پیدا کنید، معرفت پیدا کنید به حقیقت این واقعه. مثال میزنم، گفتم اساساً در یک مجموعه کلی و یک تعریف عمومی، هر آنچه خدا بدهد و بستاند تمامش به ملاحظه اختبار و آزمایش است. پول دارد میکنه، فقیرت میکنه، عزیزت میکنه، ذلیلت میکنه، همش برای امتحانه، هیچ مقصد دیگری نیست. ممکنه بگی کی میخواد امتحان بگیره؟ خدا. مگه نمیدونه تای خط چیه؟ چرا؟ خب این معلمی که میدانه تای خط من چیه، آزمایش یعنی چه؟ برای که خودش بفهمه من چی کارم؟ خیر، او که میداند. پس چرا امتحان میگیره؟ برای که من اعتراض نداشته باشم. بشر در میان موجودات به تعبیر خود قرآن
فرماید و کان الانسان ظلوما جهولا. یا دقت کنید، یه معلم یا آموزگار حرفه‌ای انقدر مجرب میشه براش که همون روز اول و دوم ته خط نتیجه این یه سال درس خوندن و درس دادن رو میفهمه که کدومی که از اینا نوع رفتار نشون میده. ولیکن اگر یه معلمی، گوشاتون رو وا کنید، این نکته ای که میخوام عرض بکنم از امهات مباحث اعتقادات در بحث جبر و اختیار. همین امروز ممکنه شما این سوال تو ذهنت باشه، وقتی اوج مصیبت خونده میشه مخصوصا در قشر جوان و خصوص نوجوان، این سوال زنده میشه که خدا نمیدونسته که این شمر حروم زده اینقدر بیچرفه، چرا؟ خب چرا خلقش کرد؟ خلقش نمیکرد دیگه، که اینقدر ما حسین بلا میاد تو ذهن آدم ها، شیطان القا میکن. اگر به همین یکی دوتا مثالی که میخوام، من بحث کلامی ندارم، بحث اعتقاداتم اینجا در خصوص بحث جبر و اختیار ندارم، این بحث های فنی کلاسیک مستدل در جای خودش در یه فضایی که مساعد باشه روز گریه است. لکن در کنار سفره عزای حسین باید از علوم و معارف آل پیغمبر بهره ببرید و از کنار مقتل امام حسین باید با امهات مسائل معارف دین آشنا بشید. اگر معلم خبره به علمش بسنده کنه، بگی من میدانم این آقای حسن آخر کار نمرش 20ه، میدونم این درس خونه، اون یکی میدونم آدم جغله ایه، اینم درس نخونه، خرداد ما شب بره تو خانهش یه فهرست درست بکنه، لیست قبولی، حسن بره تو لیست قبولی، تقی بره تو لیست مردودی، صبح هم بیاد اعلام بکنه، واقعا هم علم داشته باشه ها، یعنی عالمانه این نظر رو بده، ظلمم نکنه، تعدی هم نکنه، بگه میدانم تو نمرت 0ه، میدانم تو نمرت 20ه، اینو بیاره بده. آیا اون کسی که نمره 0 گرفته حق اعتراض داره یا نداره؟ داره. چرا به علمت عمل کردی؟ تو علم داشتی، تو برای من بستر آزمایش و امتحان رو فراهم میکردی خودم به خودم نمره بدم، نه تو. ما وقتی بیدیم سر جلسه امتحان برقرار دست ما میدن، میگن این 10 تا سوال رو پاسخ بده، وقتی من پاسخ صحیح رو مینویسم در حقیقت من دارم نمره رو چیکار میکنم؟ کسب. میگه کسب نمره کرد، درسته یا نه؟ پس من خودم دارم به خودم نمره میدم، نه معلم، این منم دارم به خودم نمره میدم. اما اگر من خودم به خودم نمره ندم، تو به من نمره بدی، میگم چرا فضولی که در سر مشته من، و حق اعتراض دارم عقلا، بله درست حق اعتراض دارم. لذا خدا میداند من چی کارم تو چی کاری، میدانم، برای خاطر اینکه فردا بر اثر این جهل ذاتی در مقابل خدا گله‌ای نداشته باشی، زمینه ی امتحان برات فراهم میکنه. گوشاتون رو وا کنید، ما پیش از اینکه به این عالم دنیا قدم بگذاریم یه نوبت امتحان دادیم به نص قرآن در عالم زر. الستو بربکم؟ قالو بلا. شما قرآن در سوره اعراف که ملاحظه میکنه میگه الستو بربکم؟ قالو بلا. قالو جمعه. شما خیال میکنید که در روز الست در عالم زر همه مردم گفتن بلا؟ اینجوری نیست. امام ششم فرمودن بعضیا گفتن بلا، بعضیا گفتن لا بلا. یک امتحان شدیم، همه ی خلایق یه دسته در همون امتحان اول مثل امتحان خرداد ماه نمره آوردن، یه دسته اونجا نمره نیوردن. اصلا گوشاتون رو وا کنید، از اون عالم شما رو آوردن به عالم دنیا. اگه بخوام من تو عالم مثال تشبیه کنم، تمثیل بیارم، تنظیر کنم برات، باید بگم اون امتحان عالم زر امتحان خرداد ماهه، آوردنمون تو این دنیا برای امتحان یه امتحان دوباره آزمون مجدد است، یه فرجه خدا داره میده، یه فرجه.
مثل که میگه آقا من تو این خرداد ما نتونستم نمره بیارم، مریض بودم، بیمار بودم، عذر داشتم، نتونستم نمره، یه فرجه به من بدید. میگه آقا برو شهریور بیا امتحان بده. شهریور میگه امتحان دادیم باز کم آورده. میگه یه فرجه دیگه، بهمن بیا امتحان. بستر دنیا بستر آزمایش است. فقط رضا میگه هر چه میدهم و میستانم تمامش تست تو. و شما اینی میدونید مدت درس خوندن یه سال، مدت زمان امتحان یه ساعت. با مثال عرفی و عوامی دقت کنید، منتها نتیجه این امتحان خوب یا بد دراز مدت است. قبولیه دراز مدت، ردیه آفتش دراز مدت دیگه، تلف شد. ببینید پس مدت زمان درس 9 ماه، ساعت امتحان فوقش 1 ساعت، 2 ساعت به وقت میدن. تو شما تو همین فرصت اندک باید خودتو نشون بدی، نه تو 9 ماه. از اینه که معارف الهیه، چون هرچه میدهد و می دقت کنید، هرچه میدهد و می ستاند به ملاحظه تست و آزمایش شماست. خوشی و ناخوشی همش تست، زمان امتحانم کوتاهه، پس خوشی و ناخوشیش همه ناپایدار است. بلا میبینی موقته، عزت ببینید، دنیا رو ببینید. همین مثال رو منبر خود من، بر بالای همین منبر کو مرحوم آشخ احمد کافی رحمت الله علیه، این مطلب در افق ذهنتون باز باشه. میارن ما رو دنیا برای تست. تو این دنیا هم که میارن فرقی نمیکنه، پیغمبر خدا و ائمه معصومین، انبیا و سفرا الهی هم یه مرحله امتحان گذروندن، باز اینجا که میان دوباره تست میشن، کمون که من و شما تست میشیم. منتها اولیاء الهی در اون امتحان اول بالاترین نمره رو گرفتن، اینجا که میان در منصه دنیای مادی ما باز عالی ترین نمرات رو میگیرن. برای اینکه با این نکته در زمینه معارف آشنا بشید، در خصوص زیارت حضرت صدیقه طاهره روزای یک شنبه حضرت زهرا رو زیارت کنید با امیرالمومنین مفاتیح عباس، عرضه می‌دارید السلام علیک یا ممتحنه، سلام بر تو فاطمه ای که امتحان شده ای. بعد در اونجا عرضه می‌داری امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از اینکه به این عالم بیاید فاطمه جان شما امتحان شدی، تو اون امتحان پیش از ورود به این عالم بالاترین نمره رو گرفتی. تو این دنیا که میارن برای امتحان، هر چه میدم و میستانه اینم امتحان، لکن یه سلسله از امتحانات خدای تعالی بخصوص دست گذاشته گفته این قسم از امتحان سخته. مثلا توی دبیرستان در آموزشگاه ها یه سلسله درس ها امتحانش میگه این آسونه، اینه فوله، اما میگه شیمی میگه سخته، معلم میگه این سخته، برو بخون، فیزیک میگه این سخته، هندسه سخته، ریاضیات سخته، چون تعمل داره، فکر داره. قرآن میفرماید تو این دنیا ما به چند چیز امتحانتون میکنیم که خیلی مهم از نظر قرآن، که اگر کسی تو این بخش از امتحان سر بلند بیرون بیاد نجات پیدا کرده. حالا قرآن لنبلونکم بشیء من الخوف، یکی از سخت ترین مراحل امتحانات الهی که روحی هم هست، ترسه، ترس عامل روانی، ترس از موفق، ترس از سلطان، ترس از
مرید ترس از مراد، ترس از زن، ترس از پدر زن، ترس از دوماد، دائم گرفتارید. ترس از این که مبادا مردم دورم پراکنده بشن، ترس از این که نکنه بدش بیاد قور بزنه. می ولنبلونکم به شیء من الخوف، میگه امتحان به ترس، خدا نکنه مبتلا بشید. خیلیا تو قائله دین مداری وقتی به این ماده امتحان خدا میرسن راحت دور خدا رو قلم میگیرن. امام حسین جمله ای داره، میفرماید الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا، و دین لعق علی السنتهم، شعار دین مداری هم چقدر زیبا حسین حرف میزنه، ای به فدای اون لب و دهان چوب خورده. الناس عبید الدنیا، مردم همه برده دنیان، و دین لعق علی السنتهم، دین شعار دین، طرفداری از دین. امام میفرماید به منزله بزاق دهان انسان میباشد. این آب دهان ما رو خدا شیرین قرار داده، نظر راحت قوتش میده تو وقتی که شیرینه، اما وقتی تلخه چی؟ تو تلخ میشه چه میکنی؟ همین آب دهان رو میدیدی بیرون. چیزی با آخر دوم محرم امامی حرف زده، مردم بنده دنیا، دینم به منزله آب دهانشونه که اگه شیرین بود قورتش میده، شیرین نبود میندازیش بیرون. و دین لعق علی السنتهم فاذا محسوا بالبلاء، وقتی میفتن تو گرداب آزمایش و امتحان، قل الدیانون، متدین کمه. امشب شب عاشوراست، اومد خدمت امام ششم سلام الله علیه، کلینی در کافی شریف نقل میکنه، پرسید یا ابن رسول الله تاسوعا چه روزیه؟ اون بحث اعتقادی رو قشیش کنم بیام تو زاویه ی عاشورا که شما زنده بشی. تاسوعا چه روزیه؟ فرمودن تاسوعا یومون هو سر فیه الحسین و اصحابه. تاسوعا روزیه که حسین ما رو محاصرش کردن. من یک کلمه اینجا بگم، اگه در میان شما اهل تحقیق، اهل مطالعه، اهل مباحث علمی هست، از این نکته من بهره بگیره، بعدم بره دنبالش کنکاش بکنه. کلمه تاسوعا و کلمه عاشورا برخلاف اونچه که خیلی خیال میکنن که این برگرفته و مقتبس از کلمه تسع و عشره، غلط این نظر. درسته تاسوعا روز نهم، عاشورا هم روز دهم، ولی شما در دهم صفر نمیگی امروز عاشورای ماه صفره، میگی دهم رمضان و عاشورا مینامی. اساسا واژه تاسوعا و واژه عاشورا از جمله کلمات کهن و قدیمی می باشد. این لغت، لغت این برگرفته از مشتق از کلمه عشر یا تس نیست پدر جان. این کلمه قدمت تقریبا 6000 ساله دارد. شما می دونید هر 100 سال یه بار، 50 سال یه بار گویش ها متفاوت میشه. 50 سال، 100 سال دیگه به کل گویش ها عوض میشه، لهجه ها عوض میشه، لغات تغییر میکنه. لذا هر دوری الان کتاب های اصل قاجار رو اگه بیارن من و شما بخونیم، میگه آقا سخته، نمیشه، حتما باید ویراستاری بشه، به لغت روز در بیاد تا کتاب خونده بشه. درسته یا نه؟ من بررسیشو کردم، بدون تأمل نمیگم، آ بدون دقت نمیگم، دقت کردم، چند سال پیش درش تحقیق کردم. 6000 سال پیش حضرت موسی کلیم در مناجات در کوه طور به خدای تعالی عرضه داشت، خدایا
به چه علت پیغمبر آخر الزمان افضل انبیاس علی الرأس و العین اشکالی نداریم درش، اما به چه دلیل امت پیغمبر خاتم افضل امم باشد؟ به چه دلیل؟ اینه میدونی شماها امتیازی دارین که یهود و نصارا ندارن، همین که خدا شما رو از امت خاتم الانبیا قرار داده یکی از منتهای مهم الهی است. این خوش مسئله ای ها که امام حسین در دعای عرفه میگه لم تخرجنی فی دولت ائمه الکفر، منو در دوره نبوت این پیغمبر افضل که در روایات دارد فضیلت، گوشاتون رو وا کنید، فضیلت امت پیغمبر به نسبت به سایر امتهای پیشین به مانند فضیلت خود پیغمبر است بر انبیاء گذشته. یعنی پیغمبر ما نسبت به حضرت موسی چقدر افضله؟ بنده و شما که از امت این پیغمبریم به همین میزان افضلیت داریم بر امت موسی. حالا خون شما قرمزتره، رنگین تر از مردمانی هن که پیرو موسی و عیسی بودن. چیه؟ موسی گلیم اومد اعتراض کرد، تعبیر اعتراض دیگه از منه، سوال کرد پروردگارا به ما فضلت امت محمد صلی الله علیه و آله علی سایر الامم، چرا پیغمبر اکرم امتش باید افضل امم باشه؟ جواب این حدیث رو شیخ ابو جعفر ابن قولوی در کامل الزیارات نقل کرده، تریحی در منتخب نقل کرده، مفید در ارشاد نقل کرده، مجلسی در بهار نقل کرده، مقتل نویسا نقل کردن، در کتب مزار و حدیث هم هست. به ما فضلت، خطاب رسید به 10 چیز فضیلت دادم امت این پیغمبر رو بر سایر امم. میشموره به چی؟ میگه به صلات و زکات، میگه و الحج، تا میرسه به دهمیش میگه و بالآشورا. موسی مال چند هزار سال پیشه؟ 6000 سال قبل. یعنی اگر شما امروز بخوای بری در سازمان یونسکو بگی آقا شما دنبال اشیاء عتیقه، لغات عتیقه، واژه های قدیمی میگردین که اینا رو در تاریخ ثبتش بکنید، به اعتقاد بنده کهنه ترین واژه، ریشه دارترین لغت در گویش عربی و در گویش عبرانی، نه فقط عربی، بعضی کلمات عربی عبرانی نیست، بعضی کلمات لغتش عبری عربی نیست، گاهی سریانی نه عربی نه عبرانی، در گویش عربی و عبرانی یک واژه کهنی است که خیلی قدمت داره، یک واژه‌ای است که خیلی اصالت داره، آشورا. این برگرفته ای از کلمه عشر و عشره نمی باشه. بعد موسی پرسید خب نماز رو که ما هم داریم، روزه هم که ما داریم، حج هم داریم، یهود هم حج دارن، اونا رو که ما داریم که، فقط یه چیز امت پیغمبر اسلام داره که امم سلف ندارن. موسی دست گذاشت که درسته، گفت عاشورا چیه؟ بعد که عاشورا رو خدا برای موسی تفسیر کرد، گفت عاشورا روز عذاب و مصیبت حسین ابن علی می باشه. تعریف عاشورا. لذا تاسوعا و عاشورا و محرم و صفر رو باید معصوم برای ما تبیین کنه. مرزش رو ائمه بیان کردن، آداب ورود به محرم، وظایفی که در دهه عاشورا به خصوص، باز در خصوص تاسوعا و عاشورا به عنوان وظایف دینی و شرعی از لسان ائمه اولیاء دین ما صادر شده، قابل تحمل پدر جان. برای امشب و فردای شما وظایفی ائمه ما مقرر کردن. چطور برای شب 19 ماه رمضان امام میگه مثلا برو غسل کن،
این دعا رو بخون، قرآن به سر بگیر، برای امشب عاشورا و دیشب تاسوعا و امروز تاسوعا اولیاء دین شما برای من و شما وظایف مقرر کردن. حالا آمده خدمت امام ششم، ابن رسول الله، تاسوعا چه روزیه؟ فرمود تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین، روزیه که حسین ما رو محاصره کردن. انقدر زیبا امام ششم بیان فرموده است، بلا فاصله فرمودن به ابل مستضعف القریب، پدرم به فدای اون حسین مستضعف قریب باشد. نمیگه حسین ضعیف، حسین مستضعف. امام داره حرف میزنه، امام حسین معاصره شده. به همین حصری که حسین ابن علی سلام الله علیه، به خصوص این ساعتهایی که من دارم با شما حرف میزنم، سخت ترین آزمایشات از صاحب امروز ابوالفضل عباس شده و از دیگران. من عرض کردم هر کدوم از این فایلایی که من تو مباحث این روزا براتون جدا جدا اصل بحث رو من استارتش رو زدم، هر کدومش دهه به دهه باید بحث علمی بشه. قرآن میفرماید به خوف آزمایش میکنیم. امام حسین وقتی از مکه را افتاد، بعضی مقاتل میگن بیش از 50,000 نفر دنبال حضرت را افتاد از مکه. 50,000 نفر. اون وقت همچنین که می آمد، شما حساب کنید یک قافله 50,000 نفری اینو کجا میرن؟ این آقا میخواد بره رئیس جمهور بشه، این آقا میخواد بره شاه بشه. بین راه هرچی داشت گفت اگر بناس لف و لیست باشه چرا من عقب بمونم؟ ندیدی یه کسی میخواد کاندیدا بشه برای ریاست جمهوری، برای شغلی، وقتی وارد یک حسینیه میشه 50 تا آدم دور، اینا برای خدا که دوباره آدم نمیان که، چه دنبال من نمیدونن. این آقا میخواد وکیل بشه، این آقا میخواد وزیر بشه، این آقا میخواد رئیس بشه، میریزن دورش. به چه مقصدی؟ برای خدا؟ لا والله. هر کدوم در افق انزانشون مقاصدی رو در نظر میگیره، میگه من برم دنبالش امروز مقدار تر رو خوشش کنیم، فردا یه حکم مینویسن، نونم میره دروغم. 50,000 نفر دنبال امام حسین را افتادن، بین راه هم به هر طایفه ای رسیدن از عشایر را میفتادن، اومدن تا منزل زباله. خبر شهادت مسلم ابن عقیل داده شد، ول کردن رفت. امامم شروع کرد. امام حسین رو درواسی با کسی نداره، فرمود ما اهل بیت خاندانی هستیم که کسی که پیرو ماست در دل با کسی غش ندارد. یه جملات امام حسینه. اگه میخوای بفهمی شیعه امام حسینی ربطی با امام به دلت نگاه کن، اگه در دلت نسبت به کسی به اندازه مثقال خردلی غش داشته باشید، ربطی با امام حسین نداری، حقه داشته باشی، کلک داشته باشی، سلام میکنی، ارادت داری، دروغ میگی، اما این از ما نیست. امام حسین با کسی رو در وسی نداری. لذا حضرت مدام مسئله شهادت رو مطرح میکرد، ولی خلق الله میگفتن حالا بریم ببینیم چه خواهد شد. حالا ایشون داره میگه لفولیس میخوان بکنن، قلت شرکا مطلوبه، ما باشیم ببینیم تای خط چی میشه. در منزل زباله که خبر شهادت مسلم رسید، متفرق شدن، ادهی رفتن، ادهی گفتن ببینیم شاید ورق تغییر کنه، احتمال میدادن. من دیدم در مقتل معتبری مثل امشب که شب عاشورای امام حسین، نماز مغرب و عشای امشب شب عاشورای خیمه های حسین علیه السلام نوشتن امشب 4,000 نفر پشت سر امام حسین نماز مغربش رو خوندن. 4,000 نفر در خیمه اعظم. اما این 4,000 نفر، امیر المؤمنین در نهج البلاغه جمله ای دارد، ولتبلبلن بلبلتن ولتغربلن غربله، در سوره مبارکه عنکبوت
میفرماید الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. گمون نکنی که به صرف اینکه ادعای اسلام و ایمان کردیم ما میپذیریم، نمره 20 بهت میدیم، ما تستت میکنیم، تستت میکنیم، میندازیم تو قلبی، انقدر بالا پایینت میکنم بریم تو چه کاره ای. لذا برادر عزیز، به عنوان موعظه است نمیدونم، پند برادرانه است نمیدونم، جمله مستاده از کلمات ائمه هدا علیه السلام هرچی از این نکته را از من بپذیر، بیایید خودتون رو فریب ندید، من خودم رو فریب ندم، حال الان من ملاک عاقبت به خیری من نیست بدر. ای چه بسا 50 سال 60 سال توی مسیری هستی یهو کج میشه. زا قدیمی ها میگفتن خدا عاقبت همون رو ختم بخیر کن. من از یکی از علمای همین شهر مشهد شنیدم، یک آقایی در همین مشهد که تو مسجد گوهرشاد 30 سال پیش نماز بود، قدیم تفسیر قرآن میگفت، موقع مردنش بهش گفتن بگو لا اله الا الله، شروع کرد به خدا فحش دادن. یکی از علما نقل کرد میگفت بهش گفتن بگو لا داری میمیری، گفت برای چی بگم لا اله، خدا ظالم است العیاذ بالله. اه تو 30 سال مردم رو دعوت به خدا کردی چی میگی؟ گفت ظلم نیست، ما این همه درس خوندیم، زحمت کشید، تازه داریم آیت اللهی مون رو میکنیم، میخواد بر برادر ببره. و میگفت با همین عقیده از دار دنیا رفت. اینه که در زیارت عاشورا میگه اسأله ان یثبت لی عندکم قدم صدق. صدق گوشاتون رو بکنید، آی گریه کنا، آی هیئتی ها، من نمیخوام امروز خیلی وقتتون رو خشک سپری کنم، دلم میخواد اشکت جاری بشه، فقط یک کلمه رد من داشته باش. ما یک حال داریم، یک مقام داریم. حال مقطعی، مقام دائمیه. اون حالت ثبات، دوام، استقامت، اون از من و شما در خونه اهل بیت خواستن. فی مقامی هازا، نمیگه فی حالی هازا، حال احساسه. بله میای اینجا میشینی این روزه های سهمگین و این شیخ جسور میخونه، فضا هم سر تا سر بستر مناسب، همه گریه میکنن، تو هم گریه میکنه، خیلی بگیم ثواب هم داره، یک بحثی نیست، ولی حواست جمع باشه این فعلا حال ها. یعنی یه ساعت دیگه از این فضا میری بیرون، فضا که عوض میشه حالم، درسته آقا یا نه؟ اونی که از ما و شما در خدمت آل پیغمبر میخوان مقام است، فی مقامی هاذا، یعنی حال دائمی باید جوده باشه، حسینی باشه. اینقدر ما آدم سراغ دارم دور بر خود بنده و مجلس بنده و مارمزون بنده و معلم سفر بنده سینه زده، بعد بستر دیگه ای فراش بده شد رفت توی خط دیگه. من دیدم، مکمل دیدم. از این بترس، امتحانات خدا یه مدل نیست که بگیم حالا این یکیشه، ما انشالله اینجوری نمیشیم، شکلای مختلف امتحان میکن. گاهی به چشم ابروی دختر جوانی همه چی رو ازت میگیره، گاهی به یه صندلی ها، برای اینکه شما جوونا رفیق موقت نباشید با اهل بیت. گاهی بعد جوونه تو وقتی مجرد زن نداره، بیکار، فراغت داره، هی در خونه امام حسین و دین و اینا همچی که زن میگیره، آجا آشاشه نمیگیره، گرفتار شده نمیرسیم. اه تو که حالا زن گرفتی تکلیف بیشتر، تا حالا که یه لاقوا بودی دین خودت فقط بود، حفظ دین خودت بود، حالا که زن گرفتی دین زنت هم به گردن توه. قو انفسکم و علیکم نارا، حالا باید بیشتر به جلسات دینی بری که در سایه سار دین زندگی جدید تو اون مدلی عمل بکنی که دین میخواد. میگه حالا که نمیرسم. از مسیر اول بسیاری از این جوانهای متدینی که فضا و بسترشون عوض میشه، حالشون هم با دین عوض میشه. این چرا؟ این برای خاطر که پا
پایه‌های دینی اینها محکم ترسیخ نشده است. با دین شناس بشی، از همون جوانی باید اصول دین بفهمی، بفهمی عاشورا یعنی چه، بفهمی امام حسین یعنی چه. ولی این گریه باید در شما حال ارتباط مداوم با دین و اولیاء دین به وجود بیاره. باید نتیجه‌ش این باشه، نه چهار روز اینجا باشیم بعد فردا بعد دهه عاشورا اگه رفتیم توی فضای دیگه، بستر دیگه، رفیق دیگه، تیپ دیگه، رنگ عوض کنیم. از خدا بخواید همین امشب شب عاشورا که امام حسین رنگ ثابت به چهرتون بزنه. ان یثبت لی عندکم قدم صدق. تست میکنی وقتا توی فشار مختصر دست از خدا و پیغمبر و امام بر میدارن، کما اینکه برداشت تا دیدن علی تنهاست در رفت، تا دیدن زور و زر و تزویر تو زاویه دیگه است. مثلا به همین قربت امیر المؤمنین مردم امتحان شد، به همین قربت و مظلومیت سید الشهدا امتحان گرفت از اون خلق اللهی که معاصر حضرت بودن، امروزم داره امتحان میگیره، فردا هم این امتحان مستمر هست. صدر و ساقه من و شما باید به این امام حسین تست بشه، تست میشید. حواست جمع باشه نمره بد نیاری. خوف از سختترین امتحانات الهیه. قرآن میگه ما به این خوف تستتون میکنیم، زمانش هم کوتاهه، یه روز بود دیگه. زای امام حسین وقتی میرفتن میدون بزن و بچهشون صبح تو وداع فرمودن که امروز رو تحمل کنید، هم یک روز، از امروز به بعد اون وقت مسیر عوض خواهد شد دیگه. تا خداوندی خدا ثابت و پابرجاست، حسین عزیز همیشگی خدا خواهد. یک جمله در زیارت امام حسین هست، زن و مرد، پیر و جوانتون با دقت گوش کنید. امام صادق در زیارت امام حسین یک جمله دارد، میفرماید حسین جان لا ذلیل و الله معزک. حسین آقا از صادق قسم میخوره، میگه حسین والله کسی که در مقام عزت دادن به توی حسین هست این ذلیل نخواهد شد. یعنی هر کس طالب عزت امام حسین اینو خدا عزیزش میکنه. امام صادق لا ذلیل و الله معزک ولا عزیز و الله معزک. از معجزات فرمایشات امام ششم است. حسین جان به خدا سوگند اگه کسی بخواد تو حسین رو خوب بکنه محال است به عزت برسه. کدوم یکی از شماست که طالب نیستین که عزیز بشید؟ همتون عزت رو دوست دارید. ما خیال میکنیم اگر این در و اون در بزنیم ماشینمون مدلش بره بالا، خانمون مدلش بره بالا، پولم اضافه بشه، من عزیز میشم. عوضی فهمیدی؟ قرآن میگه من کان یرید العزه، هر کی عزت میخواد فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. عزت برای خداست. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. تجربه ثابت کرده عزیز دل من. نمیخوای عزیز بشی؟ راه عزیز شدن در فرمایش امام ششم این است که بیاید حسینی بشید. لا ذلیل والله معزک ولا عزیز والله مذلک. ببین چه عزتی خدا بهش داده. ببین به کجا رسیده این عباس. تا سوهاست دیگه. یومون حوس رفیه الحسین. چجور محاصره کردن؟ غروب امروز شمر وارد زمینی کربلا شد. خدا روزیتون کنن کربلا که رفتید. شارع سدره میشه ضلع پشت سره مبارک سید الشهدا رو، اون خیابون پشت سر، مثل فرض کنید خیابون تبرسی ما که پشت امام به سمت تبرسیه، قبله خیابون تهران روی امامه،
اون بست پایین خیابون قسمت پای مبارک حضرت، بالا خیابون هم به این مناسبت میگن بالا 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 سر حضرت. اون شارع سدره منطقه میدان جنگی است بین اردوی عمر سعد و امام حسین. خیمه‌گار اونایی که رفتن میدونن، اون قسمتی که خیمه‌گاه اردوی امام حسینه، این طرف شارع سدره، اونجا هم میشه منطقه اردوی عمر سعد که طرف شریعه میشه، اونجا که مقام امام صادق هست، اونجا هم میشه طرف اردوی عمر سعد. یک جایی است مقام ها مشخصه، یه جایی هست میگن اینجا جاییه که امام حسین علیه السلام با ابن سعد چند دفعه چند جلسه ملاقات داشته، شبهای دهه اول تا قبل از شب عاشورا می آمدن ملاقات میکردن مذاکره میکردن. نوشتن برا ابن زیاد که این آقای عمر سعدی که تو فرستادی کربلا با حسین به جنگه، این مماطله میکنه، شبا با حسین گرده میکنه و خوش شب میشینی دارن و این داره مثل که قدیگر نمیخواد. فرستاد برای ابن زیاد نامه رو جاسوسی. او در جواب عمر سعد نامه نوشته بود که من با حسین حرف زدم. برای چی آمدی؟ گفته نامه نوشتن مردم خواستن، حالا که مردم من رو نمیخوان برمیگردم. خب اگه میخواد برگرده چی اصرار دادیم باش بجنگیم؟ خب ولش کنیم بره که دستمون به خون حسین آلوده نشه. ابن زیاد ناوره که خون گفت خیلی خوب، وقتی نمیخواد بجنگه بره، ولش خواست نرم بشه. بحث ظاهر قضیه، شمر وسط کار دوید گفت آه امیر گول نخوری، یا الانه که چنگال ما حسینو گیر آورده یه حرفا رو میزنه، یه اگر رها کنی بره دیگه حریفش نخواهی شد. گراس گفتی ها. البته اینجا تحلیل علمی داره، من مجال ندارم بعد دهه اگر فرصت داشته باشم تو جلساتم تحلیل کنم که آقا پس معلوم میشه که در جنگ کربلا و در قصه عاشورای امام حسین یه برنامه از پیش تعیین شده یه مدونی تو کار نبوده، این میخواسته راضی بشه شم رأیش رو عوض کرده، اینجوری بوده؟ خیر، اول باید شما شم رو بشناسی، جایگاه شم رو اول شناسایی کنی، اون وقت میزان شخصیت شم و تأثیر گذاری این نانجیب رو در تشکیلات بنی امیه و خلفا به دست بیاری، بعد میفهمی که این طرز تفکر دیکته شده است از طریق معاویه و تشکیلات خلفا از اهل سنت، از عمر گرفته شده است. این در جای خودش باید بحث بشه. نه تصور بکنی حالا اون نامه عمر زد نوشته حسین میخواد برگرده، اونم که خواب نداره به هم راحتی باشه ها، یعنی بهش رسون که خط کلی ما اینی سیاست گذاری که ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه پیریزی کردن اینجوری نیست. حالا که اومده چنگال ما حسینو گیر کرده، حالا میخواد دره؟ نه نپذیر، راست میگی. نامه نوشت، آقا این نامه امشب خدا میداند چقدر حسین رو اذیت کرده. نامه نوشت، نامه رو به شمر داد، گفته من تو رو نفرستادم بری اونجا اصلاح ذات البین کنی، به تو گفتم بری کلکشو بکنی، برنامه اینه. به مجردی که نامه من به تو رسید، یعنی چی؟ یعنی اگه ساعت 3 شب این نامه رسید معطل نمیکنی یا فرمان حکومتیه. به مجردی که نامه من به تو رسید بلافاصله بیعت من رو بر حسین عرضه میکنید. دقت کنید نکات ظریف اینجا هست از جهت تحلیل سیاسی جریانات اون روز. خود عبیدالله ابن زیاد دنبال نقشه بود که یه جوری بکنه به خلافت برسه. تاریخ میگه بین یزید و ابن زیادم سر قضیه خلافت دعوا بود، با هم هم قهر بودن. یزید فهمیده بود که این رقیب در خلافتشه، چون او پسر زیاده در حقیقت. به حسب اون ادعایی که معاویه داره، یزید و ابن زیاد با هم شدن پسر عمو، چون معاویه ادعا کرد که زیاد برادر منه. 4 نفر از پیر مردای قدیمی اومدن شهادت دادن که ابو سفیان در یه جریانی که رفت به طائف با ننه زیاد یاد ابن ابی در یه جریان زنایی
زنا کرده و نطفه زیاد از ابو سفیانه، بعدم ادعا کرد که این برادر منه. رسما هم اعلام کردن زیاد ابن ابی سفیان شد برادر معاویه. خب یزید با ابن زیاد میشن با هم چی؟ بسارمو. خب اونم یه رقیب، میگه تو یکی یکی هم من. اون وقت ابن زیاد کیاست و سیاست و حرومزادگیش بیش از پسر معاویه است، چون لایق میدونست، بزرگتر از آیه از اون طول سگ معاویه است، بزرگتر سنن، اون 33 سال 30 سالشه، این بیش از اینا سن داره. میگه من از تو هم سنم بالاتره، هم از تو بهتر میتونم اداره کنم. بینشون دعوا بود. در قصه آمدن امام حسین، سرجون رومی یک غلام مخصوص غربی داره، مال فرنگیاس که جاسوس غربیا بود در تشکیلات معاویه، این خط کلی رو میداد. او بهش گفت امروز صلاحه که شما کار حسین رو به ابن زیاد واگذار کنی. بعد وقتی نامه نوشت، لطیف ها گوش کنید، وقتی نامه رو داد عبیدالله ابن زیاد، نامه امشبش که رسید به عمر سعد نوشته بود یا حسین تحت فرمان و بیعت من درآید. نگفت یزید، یعنی وسط این شلوغ بلوغی ها داشت اوضاع رو به نفع خودش برمیگردوند که جوری بکنه حسین مجبور به بیعت بشه. وقتی امام حسین مجبور بشه، تمام پیروان حسین ابن علی هم تن میدن، یعنی قائله شیعه، تفکر شیعه مزمحل میشه. اون وقت میشه یه آدمی که رقیب مهم یزید رو از صحنه خارج کرده، اونا رو که تسلیم بکنه، سایر بلادم میتونه تسلیم بکنه. یزیدم یه پلنگی میزنه، کل دنیای اسلام میاد به دست عبیدالله ابن زیاد، اینی که امام حسین فرمود الا ان الدعي ابن الدعي قد ركزني بين اثنتين بين السله والذله. نکات دقیق سیاسی داره نامه دار. و اگر پذیرفتن به فرمان من حکم بدن، اینا رو چت بسته بیارید کوفه. یعنی بعد از اینم که اگه امام حسین پذیرفت، نمیگه دست ازش بردارید بگید آقا بیعت کن و برو هر جایی میخوای بری، نه، بعد از این که پذیرفت حسین، دقت کنید، حسین و همه این متن نامشه، همه احمال و اثقالش را، یعنی هرکی باشه هرکی همراه، اینا رو بردارید بیارید کوفه تا من درباره اونها ببینم چه تصمیمی میگیرم. اینجور نبود که شما بگی آقا حالا اگه اینطوریه لجبازی چه معنا داره، خب آقا بیعت میکرد تموم میشه. اینجور نبود قضیه. اذا فرمود هیهات من نزله، و اگر تسلیم نشدن به مجرد رسیدن نامه من جنگ آغاز کن. کیفیت کشتنم گفته شده، سیاست گذاریش به قدری دقیقه که اصلا از این قائله یک نفر نباید زنده بیرون رو بردارید بخونید مقاتلو. یعنی مرحله به مرحله دستورات ابن زیاد رو اجرا کردن. مرحله اول کشتن حسین، بعد از قطع آب و در فشار گذاشتن امام حسین از حیث آب، کشتن، بعد مسله کردن، بعد جریان زیر سم اسب بردن، بعد سرها رو تمام دست مثل بخشنامه دولتی باید اجرا، مو به مو اجرا بشه، بعد سرها رو به نیزه بزنید، بعد هر کس که با حسین آمده است رو از دم تیغ بگذرانی. بعدم دستور داده که خیمه های حسین رو با آتش بکشید، زن و بچه حسین رو بسوزانید. بردید بخونید مقاتل رو، چشتو باز کن. مدرسه خلافت، اون پایه‌های اساسی و زیربنایی مدرسه اهل سنت، اصلا تسنن، پیروی از خلفا امکان نداره پایه‌گذاری بشه مگر با اساس دشمنی و عداوت با امیرالمومنین و جاش. حرف من نیست، حرف ابن عبدالحدید سنیه در شرح نهج، این عالم سنی می‌نویسه.
سنی سنی نمی شود، یعنی حرف ابن عبدالحدیده، سنی سنی نمی شود مگر آن که در ته قلبش ولو به اندازه یک تخم مرغی باید بغض علی باشد. درست هم میگه، کما اینکه عین این مطلب تو شیعه هم هست دیگه. ائمه امام فرمودن شیعه ما شیعه نمی شود، ما او رو به تشیع نمی پذیریم مگر اینکه در درونش بغض و براءت از صنمه قریش داشته هسته. پس گول نخور بگی اینا دوست دارن اهل بیتو، گول نخور بدن. دو صد گفته چون این کردار نیست، امکان نداره بین دوستی امیرالمومنین و دوستی کسی که ناموس علی رو تو کوچه و خیابون میزنه، محال است، عقلا محال است، دروغه. امکان نداره کسی لاف محبت علی رو بزنه، لاف محبت حسین بزنه، میگه ابن زیادم بله، امکان، دروغ میگه، واضحه، همه کسی نمیدونه، خود اونا میدونن، ما نمیدونیم. روشن شد. خب این نامه امشب و به مجرد رسیدن نامه من دمدمه یه غروب نامه رسید کربلا، امشب رسید. نامه رو دید و گفت خدا روتو سیاه کنه، کار داشت درست میشد، تو خراب کردی. بعدم یه مأمور گذاشته بود، گفته بود که به شمر گفته بود اگه فرمان رو اطاعت کرد فبهان نکرد گردن عمر سعد رو بزن، خودت جنگ رو رهبری کن. بعدم بهش گفت نامه این قضیه این میکشمت. گفت خیلی خوب شروع میکن. گفتم خدا به چی امتحان میکنه؟ خوف، ترس. ترس شوخی نداره اصلا. شما وقتی به قصه کربلا ملاحظه میکنی، قرآن میگه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، امتحان دوم گرسنگی، و نقص، آیه قرآنه، و نقص من الاموال، نقص در اموال، ول انفس، این چهار تا امتحان سخت جان، هر چهار تا رو امشب خدا از امام حسین گرفته. در سخت ترین بوته آزمایش امتحان قرار گرفتن، هم اردوی ابی عبدالله هم اردوی دشمن امتحان میشن. وقت در میان اینایی که امتحان دادن تو تشکیلات امام حسین امتحان دادن، بله، زن و بچه هم امتحان دادن، بهترین نمرات رو آوردن، ولی اون نمره ای رو که ابوالفضل العباس داره منحصر به فرد است. خوب گوش کنید. چطور مگه؟ آدم در حالت خوف معلوم میشه چقدر با طرف رفیقه. در حالت فشار و ترس معلوم میشه چقدر پای کار وای میسه. حالا عادی که خیلی لاف رفاقت میزنن. لاف محبت تو فشار، تو خفقان، تو موقع خطر ملاحظه بفرمایید. این عباس ویژگی ها و عجیب و غریبی داره. تو مدرسه عاشورا یک کلاس باید برای ماها بذارن، درس ابوالفضل شناسی برامون بذارن که این آقا کیه، چیکار کرده، قواس شخصیت این بزرگوار. من از اینجای زندگی این بزرگوار براتون میگم که تو گریه کنی. ببین، حضرت صادق سلام الله علیه در زیارت این آقا جملاتی داره، فرمود فنعمل اخل مواسی المحامی الضاب ان اخیه الحسین. امام صادق میگه عباس تو خوب برادری بودی برای حسین. برادر یک، دو، فنعم الاخ المواسی. مواسی از کلمه چی میاد؟ مواسات. مواسات یعنی چه؟ یعنی نصف نصف. در مقام اخوت اسلامی حق برادر مؤمن بر برادر مؤمن که با هم مواسات داشته باشن، این حقه، حق است، باید ادا کنه این حق. اگه با کسی عقد برادری بستی، لاف اخوت زدی، باید در تمامش اون مساوی او باشی و الا حق و ادا نکردی. فنعم الاخ المواسی یعنی هر چی بناس به سر حسین بیاد به سر عباس هم آمده است. یعنی چی؟ امام باقر علیه السلام فرمودن بر پیکر
جد قریبم حسین 1950 زخم وارد شده بود. درست شد؟ از عبارت حضرت صادق بفهمید فنعم الاخل چی؟ مواسی. باید به دست بیاری که ابوالفضلم به همین میزان زخم برداشت. المحامی، این عباسی که محامی یعنی حمایتگر است. عذاب هما، گاهی وقتا شما یکی رو میخوان بزنن میری تو سپر میشی که تو سنگ بخوری و اون میگه حمایتش کرد. گاهی وقتا هست نه، شما میای در مقام دفاع از او دفع میکنی، دشمن رو دفع میکنی. چقدر زیبا امام ششم ابوالفضل عباس رو تعریف کرده، فنعم الاخل مواسی المحامی عذاب دفع کننده ان اخیه الحسین. آه شما میدونی، همه تون این مطلب رو میدونید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به حضرت عباس، این عباسی که امشب نشستیم براش گریه کنیم، فوق طاقتش برای حسین مواسات کرده است. این چیزایی نیستش که ما بتونم مفت و ارزون بهت بدم، ما باید حقش رو ادا کنی. آقا مقاتل یه حرفای عجیب و غریبی داره، ما تا نفهمیم که این آقا رو چجوری از پادر آوردن نمیتونیم به عمق این مواسات و ادب و ارادتش به صحبت مقدس امام حسین پیگ ببریم. نه، این وقتی در حالت عادی من به شما احترام، شما به من احترام میکنی. شما این نمیدونید یه جمله در مقاتل مینویسن، اون عمودی که به فرق مقدس عباس زده شد، عمود ما خیال میکنیم یک نبشی آهنه، نه اینجوری آجان. در عبارات عمود هست، ولیکن مقاتل وقتی میخواد اینو معنا کنه میگه یکی از ابزار و آلات جنگ گرز بوده است. گرز یه آهنیه که سرش قلمای قلوپی گردی داره که خیلی سرب درست میکنن، سنگین وزنه. دسته ای داره که اینو وقتی بلند میکنن میکوبن به سر کسی، به کل له و لورده میشه. خب گوشاتونو وا کنید اگه میخوای عباس بشناسی. بسم الله، تو گریه بکن و منم برات بگم، به شرطی که کنار گریت تأمل در شخصیت باب الحوائج بکنی. بعد ببینی حضرت عباسی حقش هست که مسیحی و یهودی و زرتشتی و سیک و سنی و شیعه و هر کس و ناکسی که هست بیاد کاسلیسیه در خونه این عباس. خبر دارید صدام حسین به حضرت عباس توسل میکرد. من در عراق از بعضی از بزرگان عراق شنیدم، مشایخشون، این عجیب بود، به امام سنی بود، ناسبی بود نامزد، ولی به حضرت عباس آمدن. شیوخ اشاعر عراق اومدن با صدام یه پیمان نامه بنویسن، گفت من وقتی پیمان شما رو قبول دارم که بریم تو حرم عباس، جلو عباس با من پیمان ببندید. این عباس صدام میگه حسین رو قبول نداره، میگه دم این عباس گرد. این چرا؟ از کجا به اینجا رسیده؟ چطور شده اینقدر آبرو پیدا کرده؟ از همین دو سه کلمه ای که امام ششم گفته من دارم برات تحلیل میکنم و روزه برات بخونم. مرحوم مجلسی در بهار می نویسد قمر منیر بنی هاشم 34 سال عمر شریفش بود، با امام حسین زندگی کرده، در طول این 34 سال یک نوبت به چهره حسین نگاهش رو خیره نکرد. کی آدم چشم میزنه تو صورت طرف نگاه میکنه وقتی در مقابل طرف خیلی احساس عظمت و بزرگی بکنه؟ خجالت میکشید. خیلی حرفا. 34 سال برادری تو صورت برادرش، تو چشم نه، دوسر پایین. مجلسی می نویسد این باب الحوائج الالله وقتی می اومد به محضر حسن و حسین دست بسته وای می ساد تا امام
اجازه نشستن نمیداد محضر حسین نمیداد تا چه برسه پا دراز کنه، تا چه برسه جلوش را بره. نوشتم اینا که نقل میکنم روایات ما هست. خب حالا گوشاتونو بکنید، یه وقتی از بنده بدنم سالمه، شما بدنت سالمه، من احترام میذاری. شما میدونید که یکی از جایی که احترام تکلیفش بردار میشه وقتی که شخص مریضه. بنده اگه تخت بیمارستان افتادم، بزرگترین عالم شهرم بیاد به دیدنم، چون مریضم او از من توقع احترام نداره، منم نمیتونم احترام کنم، پامم جلوش درازی، بدم نیست. درسته یا نه؟ الله اکبر. میخوایی بشنسی؟ دستا جدا شده، چشم تیر خورده، پشتو چون دورشو از چهار طرف گرفتن حلقه زدن، 4000 نفر تیرانداز پشت سر هم تیر بارون شد، یعنی از چهار طرف گویی پرده رو آورده. درست شد، تیر به چش خورده، دستا جدا شده، این آخر کارم عمود به سرش خورده. دیشب تو حسینی کربلایی ها گفتم این نکته رو، در خانه اگر کس است، یک حرف پس از گفتم در کربلای حسین تمام برنامه های مربوط به عاشورا آیات الهیه می باشد. یکیش اینه، چطور ممکنه تو گیجگاهی کسی یه دونه مشت میخوره میمیره، عباس گرز تو سرش خورده، واویلا واویلا، بی خود نیست که دیدن امام زمان علیه السلامو برای عباس امام زمان نوحه خونده، گفته علال عباس واوی. مولا امام زمان این نوحه رو امام زمان سروده، علال عباس واوی، واقعا واویلا. مقاتل می نویسن این عمودی که به سر مبارکش خورد جمجمه رو متلاشی کرد، این محتویات مغز ریخ رو شانه ها و یه قمر منی بگیم. ولی نمرده است. چرا؟ چرا؟ بهش خدا مجال میده تا اون بلندای شخصیت باب الحوائج در وفا، صفا، ادب، ایمان، صلابت در تقوا و ورع، ادب و احترام به ولی خدا رو برای عالم نشون بده عملا که چجور نسبت به امام زمانش ادب به خرج داده. گرز زدن تو سرش، مغز متلاشی شده، افتاده رو زمین. توی همچه شرایط شما میدونید ها، دل درد میگیری، میفتی رو بستر، میپیچی، پارو جم، افتاده رو زمین، دستا جدا شده، چشم تیر خود، این تیرا به بدنش فرو رفته، این همه درد، این همه رنج بر او تحمیل شده، یهو احساس کرد حسین بالین سرش، تا احساس کرد قدم حسین رو نوشتن، زور میزد پاهاشو جمع کنه جلوی حسین. حضرت عباسی اگه ما یه همچه رفیق با برادر که یه رفیقی که انقدر هوای آدمو داره داشته باشه، این رفیق از آدم گرفته بشه، آدم نباید از قصهش دق کنه، نباید احساس شکست بکنه. اینی که تو مقاتل نوشتن لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین، وقتی عباس کشته شد قشنگ همه فهمیدن حسین دیگه شکست، یعنی حال امام حسین رو هر کی دید گفت کارش دیگه تمام است. راست شد، دیدن این پا رو داره به سختی جمع میکنه، امام فرمودن داداش چیه، راحت باش، استره داد، شما حجت خدایی، من سابقه نداشته جلو شما بیشینم، حالا پام درازه بده.
دیگه چی؟ این چی کاره است؟ نشست فنه امل اخل چی چی؟ مواسی مواسی سبحان الله مواسی مواسات. امام نشستن سر این آقا رو برداشتن، همون سر آشولاش، همون سر تکه تکه تشون گذاشتن رو دامن. ده تمام شهدای کربلا آرزوشون این بود که اون دم آخریه امام حسین یه توکه پا بیاد، امتیازه براش. حالا امام حسین اومده بالین سر عباس، سر رو بلند کرده گذاشته رو دامن، دیدن آهسته سر رو بر میداره، به زحمت میذاره رو زمین. دوباره امام سر رو بلند کرد، داداشی تو دوست نداری سر دو دامن من باشه؟ حسین جان راحتم بذار. چرا؟ چرا؟ سرتو چرا دو دامن من میکشی این دم آخریه داداش؟ آخه الان سر من رو دامن توه، یه ساعت دیگه سر تو رو زمینه، کسی سر تو رو بر نمیداره. من میخوام با تو مواسات کنم که وقتی سر تو رو خاکه، سر عباسم رو خاک باشه. یادت نره مسیحیه، جهوده، سیکه، ارمنیه، سنیه گفته عباس، دستشو گرفتن. این عباس بی‌دست نباید امشب از زیر این خیمه عباس دست خالی بری بیرون. اگر دست خالی رفتی تو ضرر کردی. آی باب الحوائج الالله. مقاتل می نویسن، روایات امام اینو میگه، در احادیث هست، شاید بیش از 50 فقره حدیث داشته باشیم که یکی از امتیازاتی که خدا به پیروان و شیعیان امیر المؤمنین و دوستان حضرت میده اینه که موقع مردن دوستان اهل بیت و پیغمبر خدا اجازه میدن ملائکه از آبهای بهشتی میارن، از اون آب کوثر میخورونن موقع مردن. در مرحله آغاز ورود به عالم برزخ کسی که محبت علی و اولاد علی داشته باشه، روایاتی که دوتام نیست، سیرابش میکنن و از دنیا میبرنش. تو احادیث داره در خصوص شهدای کربلا بحث سقایت پیغمبر مطرحه، جدای از اون بحثی که مال عموم اهل ایمانه. روایات ما داره هر شهیدی رو که به خاک می افتاد پیغمبر اکرم براش آب کوثر می آورد. علی اکبر دیروز برات گفت وقتی افتاد رو زمین گفت ابتا علیکم من السلام هازا جدی رسول الله، این پیغمبر است. قد سقانی به کأس الاوفا، منو سیرابم کرد. یعنی تمام شهدای کربلا پیش از این که از این عالم منتقل بشن به عالم برزخ سیراب شدن و رفت. روایت داره عباس، خب آقا این دنیا داره تکلیف دیگه، حضرت عباس اون وقتی که رفت تو شریعه فرات اگر آب میخورد امام حسین راضی نبود آب بخوره، قطعا راضی بود، آب خوردن برش حرام بود علیاذ بالله. آبو بر میداره، نرفته بود آب بخوره ها، اشتباه نکنید. شأن این عباس بالاتر از این حرفاست. نوشتن مشک پر از آب کرده بود و اونی که من تو مقاتل تحقیق کردم یک کفی از آب برداشت، نوشتن با آب چند کلمه حرف زده ولی با عصبانیت. آخه آب فرات تو موج میزنی؟ ولی حسین معتشو نوشتن با عصبانیت سب الماء علی الماء، آبی که لب حسین بهش نرسه برای من ارزش نداره. درست؟ تازه اونجا
عباس اگر آب میخورد کسی عباس رو ملامتش نمیکرد، نه عقلا نه شرعا. تشنه است باید آب بخوره، تازه آب بخوره نیرو بگیره بجنگه. نخورد آدم. ما تو این دنیا تا وقتی که تو این دنیا هستیم تکلیف بر ما واجب است امتثال بشه، درسته؟ وقتی میفتیم تو بستر احتضار و مردن دیگه تکلیف نداریم. وقتی از این عالم داریم منتقل میشیم دیگه هیچ تکلیفی بر ما نیست. جهاد با دشمنان حسین بر عباس واجب است، دفاع از حسین بر عباس واجبه. تا کی؟ تا وقتی که توان و نیرو داره. قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دیگه توان نداره، نمیتونه کاری بکنه دیگه، تکلیفش ساقط، تمام شده، وظیفش انجام داده دیگه، درست شد. پیغمبر آب آورده برای عباس، عباسشون بخور. یا رسول الله نمیخور. عباس تکلیف تموم شد، امتحان تموم شد، نمره رو گرفتی، بالاترین نمره در وفا، در صفا، در مباسات، در اخوت، مال توه. چی میخوای؟ بخور از این آب. نمیخورم یا رسول الله. سه نوبت تو حدیث داره پیغمبر گفت بخور. گفت یا رسول الله منو معاف کنید، تا حسین آب نخوره عباس آب نمیخوره. مرحوم شیخ جعفر ششتری علی الله مقامه میگه، میگه یکی از جاهایی که خیلی امام حسین اذیت روحی شد از فرمایش خود امام حسین استفاده میشه به عباس. این صدای آتش آتش بچه هاست. امام رؤوف نسبت به غیر بچه خودش امام رؤوفه، عرف بچه خودش که معلوم چیه. رضا حضرت وقتی گفت اجازه میدید سینم تنگ شده و مقارنش هم صدای بچه ها داخل خیمه شدن، امام فرمودن داداش اطلب لها اولاء الاطفال قربة من الماء. بعد فرمودن عباس نمیدونی این آتش بچه ها با دل من چقدر آزار میده، منو خلاصم، این قصه را رو دل من بردار، آب تهیه کن. چشم اومد توی خیمه ای و نوشتن هر کجا میرفت سکینه بابا این بچه های خردسال دنبال سر عباس، چون این سابقه ی آب آوردن هم شب قبل داشته. دیدن رفت تو خیمه ای که مشک ها بوده، مشکی رو برداشت. سکینه جان تو بچه ها رو آروم کن، آتش آتش نکنن که بابات اذیت بشه، میرم آب میرم. نوشتن سکینه خاتون بچه ها رو کوچولو آروم باشین، عمو آب بیاره. این نشد نداره، وایسید عمو آب میاره. مشکو که برداشت با امام حسین با همدیگه قرار گذاشتن. داداش من میرم به سمت شریعه، وقتی میخوام برگردم باید از کوتاه ترین مسیر راه رو برم بشکافی شما که من بتونم این مشکو سالم بیارم تو خیمه، تو کمکم کن. چشم. قرار با هم گذاشتن. امام به حضرت ابوالفضل فرمودن داداش وقتی رسیدی به آب به صدای بلند فریاد بزن، بیسیم که نبوده که، تلفن که نبوده که، به صدای بلند فریاد بزن انا ابن علی المرتضی، من از طریق صدا میفهمم تو در کدوم جهت شریعه قرار داری، به همون سمت میام مردمو میشکافم. منم فریاد میزنم انا ابن محمد المصطفی. این قرار رسیدن چهار، در بعضی مقاتل 4000 تا، بعضی مقاتل نوشتن 6000 سرباز گله به گله بود شریعه رو گرفتن. حضرت یک حمله ای کرد و پس رفتن. در بعضی مقاتل نوشتن از نعره عباس تو میدون کربلا بعضی ها مردن. نگو آقا مگه امکان داره از نعره، تو روایات برو ببین
امام صادق فرمودن اصحاب مهدی اهل بیت چنان قدرتی خدا به اونها عطا میکنه که وقتی نعره میزنن از نعره اصحاب مهدی ما دشمنان او غالب تهی میکنه. تعجب نکنی یا صلابت ایمان ندیدیم من و شما؟ ما اصلا مؤمن درست حسابی گیرمون نیمده. ما مؤمنای بیزوری مثل خودمون خیال میکنیم اینجوری نیست. اردوی حسین، اصحاب حسین، اون نعره حیدری این آقا مثل مور و ملخ رو هم ریختن در رفتن. وارد شد نوشتن شریع شیب داره سوار بر اسب، وارد شریع شد نوشتن تا شکم اسب و زانوی عباس تو آب فرو رفته، اون تا چکمه پاشه خنک های آب رو احساس کرد، مشکو پر از آب کرد و لوا دستش. اون لوا خیلی مهم حساسیت داره، حفظ لوا مهمه برای عباس، آب رو به سلامت به خیمه برسونه براش خیلی مهمه. دو تا کار باید بکنه، هم حافظ لوا باشه هم لحافظ مشک آب باشه. بیمانه که نیست، تا به آب رسید صداش بلند شد انا ابن علی مرتضا، امام حسین هم جوابش داده. جهت صدای امام رو در نظر گرفت، به همون سمتی که صدای حضرت بود مسیر حرکت تعیین کرد، داره میاد، هی فریاد میزنه انا ابن علی مرتضا، حسینم جواب میده انا ابن فاطمه الزهرا، جواب یه دستش لوا یه دستش هم مشک. پس بنای جنگیدن وقتی هجوم آوردن منادی پسر سعد صدا زد اگر این مشک آب به خیام حرم برسه این دوتا برادر دیگه احدی از شما رو باقی نمیگذارن، هر کسی فکر جان خودشو دیگه. یکی از القاب حضرت عباس ابوالقربه میباشد، صاحب مشک، ابوالقربه یکی از القاب حضرت. شروع کردن گفت تیراندازان به زانو نشستن، تیربارو میشکردن، باران تیر داره میاد، مشک آب رو گرفته خم کرده خودشو که این تیرا به بدن برسه به مشک اصابت نکنه. یهو احساس کرد یکی از این تیرا به مشک خورد، آب داره میریزه، استاد بگم آبی نیست، حالا باید چیکار کنه؟ حالا باید لوا رو حفظ کنه، علم بیفته یعنی حسین شکست خورده. به چابوکی سبحان الله نوشتن به چابوکی با این دستش مشکو، اون بند مشکو به دندون گرفت، علم رو با دست دیگش گرفت. این چه سهولتی داره که علم لوا به زمین نیفته، این دست بری دستی که نمیتونه چیزی نگه داره، با یه دستش علم رو گرفته، دست چپش دندونش هم بند مشک رو گرفته، دیگه نمیتونه جواب حسین رو بده، چون اگه بخواد بگه انا ابن علی المرتضی این مشک از دهان میفته آب از بین میره. لذا هی حسین فریاد میزد انا ابن محمد المصطفى، دید عباس جواب نمیده، وقتی مشک رو به دندون بگیره تیراندازم دارن تیربارون میکنن، طبیعیه دیگه مشکم سوراخ میشه دیگه. وقتی مشک سوراخ شد، همزمان با سوراخ شدن مشک یه نامرد دیگری از سمت چپ عباس خیز برداشت دستو از بالای مرفق قطع کرد، تا علم دیگه مشک آب نداره، بی خیال مشک شده، تا علم اومد سرنگون بشه با این دست راستش مچ نداره، دست چپ از آرنج جدا شده، این تکه اضافه‌ای که مونده و این مقدار اینجوری علم رو گرفته.
به این حالت. همه این قصه ها برای خاطر اینکه این علم سر پا باشه، چون اگه علم بیفته میگن بریزید تو خیمه ها. تمام همش این است که دفع کند دشمن رو از خیمه ها. یارم یه دونه تیر خورد به چشمش، واوی. حالا این دوتا دست بریده علم رو گرفته، آره این تیر تو چشم اذیتش میکنه، چشم حساسه. تصمیم گرفت یه جوری بشه این تیره رو در بیاره. اگه بخواد علم رو رها کنه میریزن تو خیمه. علم رو صرف گرفته، کله رو آورده پایین، زانو رو داده بالا. این ته تیر رو بین دو تا کنده زانو صرف گرفته، شروع کرده اینجوری کرده. درست شد. این کلاه خود از سرش افتاد. سرش برهنه شد. درست شد؟ امام زمان کجای مجلس شماست؟ تا سر برهنه شد یه نامردی اون گرزی رو که برات تعریف کردم و بلند کرد، کوفت تو سر عباس.